سلام، خوش اومدید به بوم پراجکت. من امیرم. من گلزارم و ما فاوندرهای بوم پراجکتیم. اگه دفعه اولتونه که اومدین تو این پیج، خوشحال میشیم لایک کنین، سابسکرایب کنین، کلی ویدیوهای جالب واسهتون داریم و بریم که ببینیم. علی هستم، 32 ساله، از لس آنجلس. من سارا هستم، معلم هستم ولی میخوام برم مدیکال اسکول. 24 سالمه. اسمم رومی که 33 سالمه، از الی. هیچ ایده ای ندارم و میفهمیم دیگه، الان خدا میدونه چه بلایی میخواییم سرمون بیاریم دیگه. برو ببینیم چیه دیگه. اوکی، سو یه چیزی تو تکساس American food. گشنم، من فقط بگم خیلی گشنم، این رو بگم، من واقعا نخوردم هیچی از صبح ساعت 12. سو موزه دیگه، موزه با چه خمیر دندونه، چیه، کره است این؟ من موز میبینم، فقط موز و نونه. واقعا موز رو چیز میکنن میخورن؟ این خیلی خوبه. من فکرم آدم اینجا یه سری چیزهای بد قراره بدیم به من بخورم اینجا، من ولی اینا خیلی خوبه، واقعا میگم من همه اینا رو نگه میدارم بعد از شیت میخورم همش اینا. اینا والا یه گام زدم، والا فعلا بذار سیر نشم. بد نیست ولی خب دیگه موز و نونو به نظر میاد مایونز. پر ولی مزه موز و نون میده. نمیم چرا کسی باید موز و نون بخوره. اصلا بد. کریم با بنانا؟ فکر میکنم موزه، موز بودنش که موزه، اون که چش دیگه تابلوه دیگه، نونه توستشم ولی یه سوسی روش داره، اونو نمیدونم چی. خیلی خوبه. ما ایرانی ها که عاشق هرچی مایونز و کچاپ بزنی توش بهترم میشه. خیلی خوبه، من تا حالا اینو امتحان نکرده بودم. چیز؟ یه مزه چیز و کریم و بستنی همه چی با هم میده. مایونز با موز. یه دونه دیگه هم برم. چی؟ گفتی مایونز با موز؟ باریکلا. نه دیگه خوبه دیگه. گفتم مزه ها رو چیز کردم، قاطی کردم. مزه همه چی میده. خیلی خوشمزه. از این بچه خونه ساندویچ موز و توست و مایونز بهترین قشنگ، خداییش خیلی خوبه، واقعا دروغ نمیگم. برای بینندگان عزیز بیاین بخورید، حتما امتحان کنید، این خیلی خوبه. سو فار که خوب، خدا رو شکر. ولی من هیچ موقع موز رو نمیذارم تو ساندویچ بخورم. خب یه نکته ما داشتیم وسط ادیتینگ انجام میدادیم، در پرانتز بگیم اینکه این ساندویچ در زمان سال 1929 اون دوران امریکا وارد یه مشکلاتی میشه که معروف اون دوران به Great Depression، که چون امریکا در مضیقه بود از نظر مالی و همه این چیزا، آدم ها خیلی چیزی نداشتن واسه خوردن، حتی همین تنها چیزی که خیلی راحت بود، خوراکی هایی که راحت بوده همین موز و نون بوده و احتمالا مایونز، که از اونجا این ساندویچ نشأت میگیره و میاد و میمونه دیگه. الان به خاطر همین اکثرا ایالت‌های جنوبی الان یکی از چیزایی که هست باهاشون. خلاصه اینو خواستیم بگیم. مرسی، ادامهش رو ببینیم. That makes sense. ببخشید به هر کسی که غذا نداشته و مجبور بوده موز و نون بخوره، من منظوری نداشتم. خب این که بامیه خودمونه، حالا به انگلیسیش میشه اوکرا میشه، نمیدونم چی میشه، ولی بامی است دیگه. ترشی هم من داشت. بعد این چه تخم مرغش ویرده، این چیه؟ به من میشه میگی تخم مرغه؟ نه واقعا میگم، نه بگم به خدا میخورم تخم هرچی باشه میخورم. آقا این صبر کن یه لحظه، این بامیه نه، اینو من نمیتونم بخورم، حساسیت دارم به یه دونه بامیه. right این بامیه است، من هیچ وقت بامیه دوست نداشتم. و تخم مرغ. اوکی، I'm just gonna go for it, I guess.
با هم باید بخوریم یکی 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 باید بخوریم؟ یکی یکی بخوریم. چرا قصد سفته؟ تخمه بریم؟ تخمه مرغه؟ چقدر عجیبه. تخمه مرغه. اوه بوی چیز میده، فلفل. اوه تخم مرغ، ترشی تخم مرغ، ترشی تخم مرغ میدن نگانن. این چیه؟ اینم ترشیه؟ اینم ترشیه اوکرا. بچه بامیه تخم مرغ زول بیا. اوکی غیر طبیعی بود. او مای گاد، آره خیلی ترشه. نه نه خدایش نه. خیلی هم خوب. اینو تا حالا نخورده بودم ولی خیلی ترشه. یعنی ترشی من خوردم ولی دیگه یکم بیشتر ترشه. خیلی خوبه. اینو هم کجا میگیریم؟ من برم بگیرم. من صبح خوش تخم مرغ میخورم. اصلا منظور نداره. این خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. باورتون نمیشه چقدر خوبه این. من عاشق این شدم. صبح این بهترین هستم. هرچی میزنم جلو من بهتر بهتر هم میشه. خدا شکر. این خیلی خوبه. درجه یک. بالی مزه خیلی عجیبی میداد. ترشی تخم مرغ تو عمرم من تا حالا نخورده بودم ولی 32 سال از عمرم فنا شده. از این بعد میخورم. واقعا از این بعد میخورم. خیلی خوشمزه بود. واقعا عالی بود. خودتون میبینید دیگه. بینندگان عزیز. ترشی خودم خیلی خوبن. من هیچ وقت ترشی دوست نداشتم. بعد جدیدن عمم یه ترشی درست کرده خیلی خوبه. مثلا دیگه با همه غذا میخوریمش خیلی خوبه. مثلا یه سال اولویه فرض کنید که توش پره خیارشوره زیاد زدی. بعد خیلی هم خوشمزه است و واقعا عالی بود. حالا فکر کنید مثلا با نون بخوره یه گوجه بذاری دیگه اصلا هیچی نمیخواد. واقعا خیلی خوشمزه است. امتحان کنید. امتحان بفرمایم. هیچ بویی نداره این. چرا خونبون تمسان هم باشه سویتی. اکی باشه. آبه این فقط رنگ ریختیم توش. بویش چایی میده فقط. اگه سو واقعا سویتیه. گولم نمیزنه دیگه. نه واقعا میگم بوش که واقعا این چیزه دیگه. حالا من بخورم. من که بد دل نیستم واقعا. آیس تی؟ سویت تی. اوکی گفتم یکم مزهش آشنا بود. خیلی سویته دیگه. چای شیرینه. دست مزه چای شیرین. چای و شکر همین. و سرد. و سرد آره. چای شیرین سرد درسته. این خوبه واقعا. این سویتی خیلی خوبه. نه خوشمزه است. من اینو نگه می‌دارم چون که خوشمزه است. ولی آخه یه چیزی هست. حالا یه فلش بک بزنم. مثلا من از بچگی من وقتی خونمون بودم به جرئت نمی‌کردم به بابام بگم من اینو دوست ندارم. و یه چیزی دوست نداشتم من می‌خوردم. اگه میگفتم دوست ندارم بابام تا یه هفته مجبور می‌کرد اونو بخورم. واسه همین من همه چی دوست دارم. این که خوب بود. عالی بود. یعنی اصلا the best start دیگه. خب کنم اینو قبلا من خودم امتحان کردم. مزهش فقط زیاد نریزیم که ریختیم. من عاشق هندونه هم. خب یعنی هندونه بهترین چیزی که خدا آفریده. ولی نمک میشه شکر بزنیم. میگن هندونه آب شکره. تو آب شکر نمک بزنیم میشه. به نظر من
چیز بعدی نباید باشه، چون که من معمولا هندونه رو با پنیر فتا میخورم. این هم اینا چیزه واسه چیزهای بعدی نمیخورن رو مرا. بد نیست. یکم دیگه بخوریم چی میشه؟ خوبه. من قبلا اینو امتحان کردم با لایم و سالت، خیلی خوبه. خدایش خوبه. من اینو تا تهش میخورم با اجازهتون، چون واقعا میگم این گشنمه، من شوخی نمی کنم. و اینا هم خوبه واقعا، با نمک امتحان کنید خیلی خوبه. همه چی با هندونه خوبه. این فکر کنم فقط هندونه بودنشه که همه چی خوبه. دوست داری؟ خوشم اومد. بذار من میخورم دیگه. اینجوری کم نمک بذار. اینو میریزم تو این. یعنی بیکار بودن چه چیزایی پیدا کردن. بله، بینندگان عزیز گفتن که باید اینو باز کنیم. اسم ایرانیش رو منم یادم رفته. درسته انگلیسی رو به زور یاد گرفتم، ولی بادوم زمینی بود میگه. بعد به خدا من شوخی نمیکنم، ولی مامانم اینا ببینن، دوستام از ایران ببینن مسخره میکنن. او واو، اسم اینا چیه؟ فارسی بلد نیستم. یه 6 سال اومده اینجا فارسی چم یاد. چرا بعد این کارو بکنن مردم؟ نمیشه مثلا همین کوکم همینجوری بخور دیگه. اینم همینجوری بخور. چی کاریه؟ ای بابا. بچه ها اونجوری که گفتن به من از اتاق فرمان گفتن اینا رو میریز این تو. ببین من هم نوشابه دوست دارم، هم بادوم زمینی دوست دارم. سرکه نمکیه این چیه؟ نه معمولیه، سالت نمک. خب دیگه جا نمیشه دیگه، باید بخورش. بعد اینو گفتم بریز این تو بخوریم. این خیلی چیز عجیبیه، تا حالا امتحانش نکردم، حالا ببینیم که چی میشه. چیز نشه، بین منتوس میزنیم نوشابه میترکه. هیچ چی از پینات نایمد. بیشتر بزن. بیشتر. اوکیه، نظرش خوبه. دوتاش هم خوردم ولی با هم دارا نخور. نه خوبه، هوا هم گرمه، این میچسبه. نمیتونم چرا بعد این کارو بکنم. نمیشه جدا جدا بخوریم بعدم بشه اینو خورد. مزهش که معمولیه، مزهش مزه پینات و کوکاکولا میده. چرا آخه؟ نمیدونم، اینو زیاد باشم نمیمن. بد نیست آقا، من خوردنیه، ولی کاش میشد بادومه رو جدا بخورم. بعد میخوری، بعد نگاه بادومه میخوری دندونات میره لای اون ورا، بعد نوشابه رو میخوری یه فیش فیش میکنی اون تیم میره پایین. ولی اینجوری با هم یه جوری نمیدونم. بعدم که دیدی چه کثیف اومد بیرون، اصلا یه وضعه. خوبه ولی نه، خوب نیست. خودم چاکلت خیلی دوست دارم، ولی امیدوارم ترشی چاکلت نباشه این دیگه. همونجوری که گلزار خانم گفتن، دسره دسره واسه همون سمت اون برا، ساوت اون برا. ببین من بچه بودم اینو اینا میخورد، ما اینو داریم ایران، به خدا داریم اینو ایران. من بچه شیرین عسل. اوه تو یادته؟ تو چند سال اینجا بودی شیطون؟ من میگم خیلی خارجی شما. شیرین عسل خودشه، درسته. آره شیرین عسل بود، شبیه همون بوش یکم فرق کنه، ولی ببین چایش کنم یه چیه. مزه بادوم زمینی میده یکم با چاکلت، نه؟ همونجور که میدونستم، عالیه. اینم نگر داریم واسه من. آره خوبه، دوست دارم. هرچی شیرین باشه من دوست دارم، مثلا خیلی فرق نمی‌کنه. شیرین عسل خودمونه که من یه خاطرم دارم، بچه بودم قبلانا بزرگ بود و همجوری هر سال میگذشت کوچیک و کوچیک‌تر میشه، ولی دقیقا مزه شیرین عسل خودمونو میده. داریم ما اینو، داریم ایران داریم. بچه هایی که ایرانن یا اصلا اینو میدونن، این شیرین عسل خودمون. قیافش هم مثلا همونه، حتی همه چیش همونه. خیلی خوشمزه است.
این که اصلا آشنا بودم، بچگی باش بزرگ شدم. رفیقم. فیوریت هم که تا الان نخورده بودم فکر کنم همون تخم مرغ ترشی تخم مرغ بود. بعد این که ببین چون من خودم عاشق تخم مرغ سفت کردم، ولی این که مزه داشت، یه مزه سالتی و چیزی داشت، خیلی خوشمزه بود. عشان فکر میکرده که همونجور که گفتم انگار یه گاز از اون میخوری، یه گاز هم از بامیه ترشیه، انگار اصلا یه ساندویچ اولویه خوشمزه پر خیارشور میخوردی. خیلی خوب بود. ولی نمیدونم تخم مرغ رو چجوری اونجوری کنم، ولی اگه گیرش بیارم میخرم از مغازه و میخورم، چون که خیلی خوب بود. حالا باید آدرس مغازه‌ای که گرفتین رو بگیرم ازتون. The watermelon. هندونه از همه بهتر بود. Watermelon فیوریت من بود. با سالت بیگ دیل نبود، ولی خب چون الان هوا هم گرم بود.